به نام خدا، اولین جلسه ای که دوره داده و الگوریتم رو به شکل آنلاین داریم برگزار میکنیم برای سال 99 و خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزانی هستم که معمولا بچه هایی که از همون اول پای کار هستند امیدهای ما هستند برای کسب رتبه های برتر. این چیزی هست که تجربه شده است و اونهایی که اشتیاق دارن برای اینکه از همون اول کار باشن، اونها کسایی هستن که نتیجه هم خواهند گرفت. عزیزان من، دوره دادو الگوریتمی که امسال قرار من و شما با هم دیگه با مشارکت هم برگزار کنیم، یک دوره درس ساختمان داده و طراحی الگوریتم هست که بی سابقه است در ایران و تا کنون چنین طرحی و چنین دوره‌ای برگزار نشده. طرحی که در ذهن ما هست چنین طرح ایدئالی هست و امیدواریم که با کمک هم بتونیم برگزارش کنیم. من از پشتیبانی بابان هم خیلی تشکر میکنم که هستند و پشتیبانی میکنند و خلاصه حواسشون به همه چیز هست و ما در زیر چتر حمایتی اونها داریم کارها رو پیش میبریم. خیلی خب، امیدوارم که اون دوتا بخش آفلاین رو دیده باشید. حتما اگر احیانا فرصت نکردید که ببینید، من خیلی سریع الان اینجا مرور میکنم براتون، خیلی سریع مرور میکنم که در جلسه آفلاین قبلی چی گفتم، چون که خیلی خیلی نیاز دارم که شما اونها رو دیده باشید. خیلی عزیزان، ما در جلسه قبل اومدیم در مورد رشد دنباله ها صحبت کردیم، معرفی کردم که همه دنباله ها رشد نمی کنن. اونهایی که رشد می کنند، یعنی اونهایی که وقتی ان زیاد بشه مقدار اونها هم به سمت بی‌نهایت میره، ما با اونها سر و کار داریم. اونها رو دسته‌بندی کردیم. خانواده لوگاریتم خیلی رشدشون کمه، آهسته رشد میکنن. لوگاریتم استار، لوگ استار از همه رشدش کمتره تقریبا، و بعد خانواده لوگاریتم ها هست. N به توان عدد ثابت، یعنی که ما من و شما صداش میزنیم چند جمله ای ها، N به توان مثبت، مثلا N به توان 2، N به توان 1، N به توان 1/2، اینها خانواده چند جمله ها هستن. خیلی حواستون باشه بچه ها که به جزئیات دقت کنید. مثلا N به توان عدد ثابت، این کلمه عدد ثابت رو جدی بگیرید. با این N به توان، N هم شبیه اینها ولی خیلی فرق میکنه باش. N به توان عدد ثابت جز خانواده چند جمله ها هست. از خانواده چند جمله ها سریعتر اگر بخوایم مثال بزنیم، خانواده نمایی ها رو مثال میزنیم. در خانواده نمایی ها اونهایی که رشد می کنند و به سمت بی‌نهایت میرن، پایه باید بزرگتر از یک باشه. این آ باید بزرگتر از یک باشه. مثل 2 به توان N که زیاد باهاش برخورد داریم، مثل E به توان N، 3 به توان N و اینها. بعد فاکتوریل هست، بعد هم خود N به توان N که دیگه از نظر سرعت یکی از پرسرعت ترین دنباله هست. این ترتیب رو اومدیم در جلسه قبل روش کار کردیم. مفهوم سرعت رشد رو اصلا گفتیم یعنی چی. بعد گفتم که لوگها، لوگاریتم ها، چند جمله ای ها، نمایی ها، فاکتوریل و نهایتا N به توان N به ترتیب سرعت رشدشون به این صورته، از کوچیک به بزرگ. این دوتا خانواده رو کلن خانواده کم سرعت ها بهش میگن، اونهایی که سرعتشون کمتر از حد، یعنی خوبه، سرعت رشد خوبی دارن، کمه در واقع رشدشون کمه. و از نمایی به بالا، یعنی 2 به توان N، 3 به توان N، فاکتوریل ها، N به توان N، اینها دیگه پرسرعت محسوب میشن. و اونجا توضیح دادم که اگر شما برنامه ای رو بنویسید، الگوریتمی رو طراحی کنید که زمان اجرای اون الگوریتم لوگاریتمی باشه، همه کف میزنن براتون، میگن به 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 چه الگوریتم خوبی، زمان اجراش چقدر پایینه.
اگر چند جمله ای مثل n یا n به توان 2 یا n به توان 3 باشه قابل تحمل بازم، ولی دیگه اگر نمایی شد مثلا 2 به توان n یا n فاکت، اینا دیگه افتضاح دیگه. یعنی میگن هنوز میگن روش خوبی هنوز برای حل این مسئله کسی پیدا نکرده، روشی پیدا کرده که زمان اجراش خیلی زیاده. درست شد؟ اینو این دستبندی تو ذهنتون باشه. این برای اینه که شما وقتی این دستبندی رو ندونید، اون حرفایی که توی منابع درس داده الگوریتم زده میشه، اون تلاشایی که میشه تا حتی الامکان لوگاریتمیش کنن یا n به توان 1 به زمان n به توان 1 برسن، اونجا متوجه میشید که چرا این همه تلاش میکنن. چرا الگوریتمی که زمان اجراش n به توان 2 هست خیلی به چشم نمیاد، میگن حالا بد نیست، به خاطر سرعت رشد زمان اجرا خیلی کم سرعت باشه بهتره. قانون جذب رو توضیح دادم که ما در مجموع یا مجموع بچه ها یا تفاضل چند تا جمله فقط اونی که پرسرعت تر هست رو نماینده اون جمله میدونیم. مثلا جمله 2 به توان n به علاوه n به توان 5 منهای لوگ n، از نظر من و شما در درس داده و الگوریتم این عبارت برابر است با 2 به توان n. حالا برای اینکه اگر ما فقط بنویسیم این مساوی 2 به توان n، خب بقیه به ما ایراد میگیرن، میگن این که مساوی 2 به توان n نیست، چی داری میگی؟ خب اینجا برای اینکه منظورمون رو برسونیم از نماد تتا استفاده میکنیم که میگیم بابا به لحاظ سرعت رشد منظورمون هست. به لحاظ سرعت رشد این عبارت میشه همون از خانواده 2 به توان n، اون رئیسشون برامون مهمه، یا رادیکال n به علاوه لوگ n، این چون n به توان 1/2 یه چند جمله ایه، این عبارت همون رادیکال n از نظر ما، یعنی از خانواده رادیکال n، تتای رادیکال n. و همین ترتیب بقیه عبارت ها. یه نکته دیگه که گفتیم، ضریب ثابت مهم نیست در سرعت رشد. ضریب ثابت، ضریب باشد و ثابت باشد. مثلا 5n2 به علاوه 3n به علاوه 1، خب با 5n2 معادل تتای 5n2. این ضریب 5 مهم نیست چه بنویسیم چه ننویسیم، بنابراین این میشه همون تتای n2، از خانواده n به توان 2، از نظر سرعت رشد از این خانواده است. ما خیلی کاری به مقدار نداریم، میدونید بچه ها مقدار برامون خیلی مهم نیست، اینکه از چه خانواده هستی برامون مهمه، از چه رده ای هستی، این برامون مهمه. ثروت یک نفر در رده میلیارده، مثلا چند میلیارده، میگن این میلیاردره. یعنی وقتی حرف میزنه راجب میلیارد حرف میزنه، وقتی میگه یک منظورش یک میلیارده، وقتی میگه دو منظورش دو میلیارده. ثروت یک شخص دیگه ای در حد میلیونه، حالا برای مهم نیست چند میلیون ها، ولی مثلا میدونیم که این آدم وقتی میگه دو منظورش دو میلیونه، وقتی میگه یک یعنی یه میلیون. آره، از این رده هست. خب بعد عزیزان، بعد اومدیم در جلسه قبل، بعد از اینکه گفتیم خانواده لوگاریتم ها، بعدش چند جمله ای ها، بعدش نمایی ها و الی آخر، بعد اومدیم ریز شدیم در داخل هر کدوم از این خانواده ها هم عبارت ها رو مقایسه باید بتونیم بکنیم ما با هم. مثلا اومدیم داخل خانواده لوگاریتم ها و ریز شدیم، ضربون رو گذاشتیم روی این خانواده، گفتیم که مثلا اگر از اینا کلن در داخل خانواده لوگاریتم ها این اتفاق میفته، اگر من بخوام از لوگ n یه جمله ای بگم که مقداری سرعت رشدش بیشتر باشه، خب به توان میرسونمش، مثلا لوگ به توان 2 رو مینویسم، افزایش توان لوگاریتم باعث افزایش سرعت رشدش میشه، لوگ به توان 2، لوگ به توان 3، لوگ به توان 4. این در این خانواده اینطوری میشه رشد کرد، سرعت رشد افزایش داد. اما اگر ترکیب کنی لوگاریتم رو با خودش، یعنی از لوگاریتم دوباره لوگاریتم بگیری که میشه لوگاریتم لوگاریتم، خب سرعت رشدش کاهش پیدا میکنه، هرچی این کار رو انجام بدی کاهش پیدا میکنه، لوگاریتم 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 سرعت رشدش کاهش پیدا میکنه.
ترکیب لگاریتم با خودش سرعت رو کاهش میده، به توان رسوندن لگاریتم سرعت افزایش میده، و بعد لوگ استار که در دوره ریاضی پایه توضیحات رو دادم که چی هست، حالا انشالله برخورد کردیم بازم توضیح میدم. اون خیلی کم سرعته در خانواده لگاریتم ها. این که میگم مثلا اینا رو من می‌نویسم، منظورم اینه که اگر کسی 4 تا لگاریتم رو با هم ترکیب کنه، یعنی لوگ 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 ان، بعد بگه که اینا این پرسرعت‌تره یا لوگ استار، شما بدونید که لوگ استار سرعتش کمتره. لوگ استار از ترکیب لوگ و لوگ و لوگ با هم دیگه سرعتش چیه بچه‌ها؟ کمتره. حالا اگر من بخوام از لوگ استار هم کم سرعت‌تر مثال بزنم، خب یا با لگاریتم ترکیبش میکنم یا ازش دوباره لوگ استار میگیرم، مثلا لوگ استار لوگ استار، نه؟ یا مثلا ازش رادیکال میگیرم که توانش نصف بشه، توانش رو کاهش میدم، از این کارا. ولی مثلا اسلوب کلی رو ما بلدیم، اسلوب کلی اینه که به توان رساندن افزایش سرعت و لگاریتم گرفتن کاهش سرعت. عددهای ثابت هم که اصلا روش ندارن، سی عدد ثابت. بعد دیگه این که چند تا مطلب هست که در مورد خانواده لگاریتم در دوره ریاضی پایه گفتیم، اینجا دوباره میگم چون باز میترسم که بعضیا نگرفته باشن درور و بعضیا کلا اینجوریان وسطای کار میفهمن که بعد میرفتن نگاه میکردن. باز برای اینکه این بچه‌ها سردرگم نشن میگم که بچه‌ها مبنای لگاریتم روی سرعت رشد اثر نداره. مثلا لگاریتم در مبنای 3 و لگاریتم در مبنای 2 از نظر سرعت رشد در یه ردن. اگر شما یه تستی رو حل کردید بعد جوابتون شد لوگ ان در مبنای 3، بعد تو گزینه ها میبینید نیست همچین چیزی، اشکال نداره، اینو باید بدونید که لوگ در مبنای 3 و لوگ در مبنای 2 از نظر سرعت رشد یکی‌ان، مبناشون یکیه. اینم علتش هم اینجا توضیح دادم که دیگه حالا فرصت نیست که بدونید. بعد مراقب باشید که n به توان c توانش میاد بیرون. مثلا لگاریتم n به توان 2 با لگاریتم خود n، فکر نکنید که لوگ n 2 سرعتش بیشتره، نه، این توان از لگاریتم میتونه بیاد بیرون. لگاریتم n 2 میشه 2 تا لوگ n، و چون ایشون ضریب ثابت هم هست، هم ضریب هم ثابت، پس بی تأثیره. یعنی لوگ n 2 و لوگ n از نظر سرعت رشد با هم فرقی ندارن، این یادت باشه. پس اینجا یه 2 تا نکته هست که باید اشتباه نگیری اینها رو با هم، 2 تا نکته هست که اینها رو باید با هم اشتباه نگیری. من جا بنویسم براتون. ببینید بچه ها، طبق چیزی که من گفتم، اگر یه خود لگاریتم n اینجا باشه، بعد من بخوام اینو مقایسه کنم با دوتا عبارت، لگاریتم به توان 2، به محل توان 2 دقت بکنید، به محلش دقت بکنید، لگاریتم به توان 2، این قطعا سرعت رشدش بیشتر از لوگ n، بله حتما همینطوره. اما لوگ n 2 لگاریتم n به توان 2، این از نظر سرعت رشد هیچ فرقی با لوگ n نداره، این یادتون باشه. پس اینم برای این که اینا رو باید هوشیار باشید دیگه، اینا رو من میگم که شما، آره، اینا از نظر سرعت رشد از یه خانوادن، تتای همدیگه هستن. علتش اینه که این دو میتونه از اینجا بیاد بیرون و تبدیل به ضریب بشه، اما این نه، این واقعا لوگ به توان 2ه، یعنی لگاریتم ضرب در لگاریتم فرق میکنه. این هم از اینها و ادامه بدم بچه ها. اومدیم و بعد گفتیم که در خانواده توابع نمایی، بریم سراغ نمایی ها، پر سرعت ها. در خانواده توابع نمایی هرچی پایه بزرگتر باشه سرعت رشد بیشتره. خیلی حساس باشید، بعضی از بچه ها جمله ها رو میشنون ولی حساس نمیشن،
پایه بزرگتر باعث سرعت رشد بیشتر میشه. پایه بزرگتر باعث سرعت رشد بیشتر میشه. یعنی چی؟ این جمله چرا انقدر هی من تکرار میکنم؟ برای اینکه همین جمله اصل مطلب اشتباهات بچه هاست. مثلا بچه ها، مثلا من میخوام بین 2 به توان 3n به علاوه 1 و 2 به توان 3n به اضافه 2 میخوام ببینم اینها بین این جمله و این جمله کدومش سرعت رشدش بیشتره، کدومش هست که سرعت رشدش بیشتره. بذارید یه رقیبم براشون داشته باشم. یکی هم 5 باشه به توان n، به توان n، هم 5 به توان n. خب میخوام این 3 تا رو با هم مقایسه کنم به لحاظ سرعت رشد. طبق چیزی که میدونم اینه که اینا از خانواده چند جمله ای ها نیستن، پس توان اینجا مهم نیست، پایه مهمه. پایه شون چی هست؟ پایه مهمه. خب منتها در تشخیص پایه هم باید دقت کنیم. هر وقت به شکل آ به توان ان اینو نوشتی پایه مشخص میشه. آ به توان ان، نه به توان 2n، نه به توان 3n، آ به توان ان باید باشه تا پایه مشخص بشه. بنابراین از باز محاسباتی که توی ریاضی پایه یاد گرفتید، شما میدونید که این جمله، این 2 به توان 3 یعنی 8، این 8 به توان n هست در اصل. در اصل این 8 به توان n هست، این با 8 به توان n برابره، که البته اون 2 به توان 2 هم که میبینید، این 2 به توان 2 هم که اینجا هست، یه عدد ثابت دیگه درش ضرب شده، یعنی یه 4 درش ضرب شده، میشه 2 به توان 2 ضرب در این، که 2 به توان 2 ضریب ثابته، تأثیری برای ما نداره، تأثیری در سرعت رشد نداره. پس این از خانواده 8 به توان n، از این خانواده است. این چی؟ این هم همونطور. دوباره 2 به توان 1 که یه عدد ثابت، ضریب ثابت، ضرب شده در این، اون مهم نیست. 2 به توان 3n یعنی 8 به توان n. بنابراین این هم از خانواده 8 به توان n. یه 2 به توان 1 هم درش ضرب شده که ما میدونیم در سرعت رشد اثری نداره. و بعدش اینو دارم که 5 به توان n. حالا میتونم این 3 تا رو با هم مقایسه کنم. بنابراین اگر اسم اینو an بذارم، اسم اینو bn بذارم، اسم اینو cn بذارم، بنابراین an و bn با هم برابرن از نظر سرعت رشد. an و bn از نظر سرعت رشد با هم برابرن، هر دوتاشون از خانواده 8 به توان n هستند، اما cn از خانواده 5 به توان n. و بنابراین بچه ها an و bn برابر ولی از cn سریع‌تر. اینا از cn چی هن؟ سریع‌ترن. به این صورت، یعنی دفعه بعد که شما همچین جمله ای رو دیدید بعد بگید این 8 به توان n، اینم 8 به توان n، ولی این 5 به توان n. به این صورت. بسیار خب، بعد در مورد اینا هم که قبلا گفتم و که اگر پایه منفی باشه چه کار کنیم، اگر پایه کوچیک‌تر از 1 باشه چی میشه و الی آخر، اینا رو حالا نگاه کنید. در مورد خانواده فاکتوریل، که در انتهای بخش قبلی رسیده بودم بهش، هرچی عبارت داخل پرانتز، یعنی اون چیزی که ازش فاکتوریل میگیرید، بزرگتر باشه سرعت رشدش بیشتر میشه فاکتوریل، حتی اگر فقط یه قدم با هم فاصله داشته باشن، حتی اگر فقط مثلا نیم قدم با هم فاصله داشته باشن. البته شما در درس داده الگوریتم مثلا فاکتوریل رو برای عدد اعشاری برخورد نمی کنه، ولی داریم تو ریاضی، مثلا 5.5 فاکتوریل هم داریم، شما برخورد ندارید تو این درس. پس مثلا بچه ها n به علاوه 1 فاکتوریل بزرگتر از n فاکتوریله،
همون یه دونه هم سرعت رشد رو افزایش میده و الی آخر. یه همارزی داریم به نام همارزی استرلینگ. این همارزی استرلینگ داستانش اینه که آقای استرلینگ وقتی به سرعت رشد دنباله های مختلف اومد فکر کرد، متوجه یه ماجرایی شد بچه ها. دید که این n فاکتوریل، جناب آقای n فاکتوریل در بین خانواده نمایی ها محاصره شده، یعنی از n به توان n سرعت رشدش کمتره، ولی از عددها به توان n، یعنی مثلا از 2 به توان n، 3 به توان n، از اینها سرعت رشدش کمتره، سرعت رشدش بیشتره، از اون کمتره، از اینها بیشتره. مثلا از 3 به توان n، از عدد e به توان n، از 2 به توان n. ببینید بچه ها، اینها همه توان n دارن، این به توان n، به توان n، به توان n، این به توان n، ولی این یکی این وسط توان نداره، نمایی نیست، ولی وسط اینها محاصره شده. بنابراین به این فکر افتاد استرلینگ که این n فاکتوریل هم باید بشه به صورت یه چیزی به توان n نوشتش. حالا که در بین اینها قرار داره، باید بشه n فاکتوریل رو به شکل نمایی هم نوشت. بعد کار کرد و با کمک انتگرال گیری اینا رو ثابت کرد. اثباتش در حدی نیست که ما بتونیم به شما بگیم، اثباتش با کمک روش‌های ریاضی مهندسی انجام میشه. فهمید که برای n فاکتوریل یه همارزی وجود داره به این صورت که n فاکتوریل معادل است با یا همارز است با. وقتی میگیم همارز است، یعنی میتونید اینطور فکر کنید که تقریبا باش برابره، البته برای n های بزرگ. وقتی مقدار n خیلی زیاد باشه، n فاکتوریل n ایوم به توان n هست، n ایوم به توان n هست. البته یه خود ریزکاری ها هم داره، یه خود پسماند هم داره اون کنار، یه رادیکال n داره که در حد چند جمله ایه، n به توان یه دوم، و یه عدد ثابت رادیکال دوپی هم داره. خیلی خوب، به این میگیم همارزی استرلینگ. همارزی استرلینگ و این همارزی هنگامی معتبر هست که n های بزرگ رو در نظر بگیرید، n به سمت بی‌نهایت بره. شما با این شکل از همارزی استرلینگ خیلی روبرو نیستید، یعنی این خیلی توی درس داده الگوریتم خود این همارزی کاربردی نیست. اما مهم اینه لوگاریتم n فاکتوریل رو برای ما یک فرمول خوبی براش میده. نگاه کنید، میخوایم با کمک همارزی استرلینگ لوگاریتم n فاکتوریل رو بررسی کنیم. لوگاریتم n فاکتوریل، خب لوگاریتم n فاکتوریل طبق همارزی استرلینگ برای n های بزرگ، البته بچه‌ها، یعنی وقتی که مقدار n زیاد میشه، خب میشه لوگاریتم این عبارت: n به توان n، e به توان n، رادیکال n، رادیکال 2 پی. بعد همونطور که میدونید لوگاریتم یه سری ویژگی هایی داره، توان ها میتونن از لوگاریتم بیان بیرون، لوگاریتم صورت، منهای لوگاریتم مخرج. این مثلا رادیکال n یعنی n به توان 1/2، یا رادیکال 2π یعنی 2π به توان 1/2. هر کدوم از اینها توانش میاد بیرون. n تا لوگ n، منهای n تا لوگ e، به علاوه این n به توان 1/2 هست، 1/2ش میاد بیرون، 1/2 لوگ n به علاوه 1/2 لوگ 2π. خیلی خوب بچه، حالا یه چیزی یاد گرفتیم من و شما، در از مجموع چند تا جمله اونی که سرعت رشدش بیشتره مهمه. این که عدد ثابته، این الان این یکی که اصلا یه عدد ثابته، اصلا رشد نمی کنه. این همون جمله لوگ n، رشدش لوگاریتمیه، لوگ n.
این لوگ ای که اصلا عدد ثابته، هیچی، این که عدد ثابته، این همین n به توان یکش هست که داره رشد میکنه، n به توان یک. اما این یکی n ضرب در لوگ n. پس بین این چند تا جمله که اینجا با هم جمع و تفریق دارن میشن، وقتی خوب فکر میکنیم به هر کدوم از اینها، میبینیم که همون n لوگ n هست که سرعت رشدش از همه بیشتره. بنابراین از رده n لوگ n، از رده n لوگ n. نتیجه این شد که برای من و شما در درس داده الگوریتم، ما هر وقت به لوگاریتم n فاکتوریل برخورد کنیم، میگیم که این از رده n لوگ n، از رده n لوگ n. البته حواستون باشه بچه ها، این دقیق نیست، این داره همارزی رو میگه، میگه این عبارت، این لوگ n فاکتوریل از رده اینه، دقیقش رو دیدید که اینه، دقیقش این عبارت بالاییه. ما از این سه تا جمله که سرعت رشد کمتری دارن چشم پوشی اگر بکنیم، فقط رئیس کلشون رو بنویسیم، n لوگ n به دست میاد. مثلا یکی از جاهایی که با این برخورد میکنید، هنگامی هست که شما دارید سیکمای لوگ آی رو حساب میکنید، سیکمای لوگ آی، آی از یک تا n، آی از یک تا n، این یعنی لوگاریتم عدد یک به علاوه لوگاریتم دو به علاوه لوگاریتم سه به علاوه تا لوگاریتم n. بعد همونطور که میدونید یکی از ویژگی های لوگاریتم اینه که لوگاریتم مجموع رو میشه نوشت یه لوگاریتم، ولی حاصل ضرب عبارت ها رو نوشت، یعنی میشه لوگاریتم و در داخل این پرانتز یک ضرب در دو ضرب در سه ضرب در تا n رو داریم. خب ضرب از یک تا n اسمش n فاکتوریله، پس میشه لوگاریتم n فاکتوریل. حالا اینجا لوگاریتم n فاکتوریل میدونیم که از رده n لوگ n، از رده n لوگ n. بچه ها خیلی خب، بچه ها کلن یه نکته بگم، دیدید این سیکمای لوگاریتم رو گرفتیم، خب حاصل نهاییش چی شد؟ نهایی همین لوگ به دست اومد، یعنی لوگ n، لوگ n به دست اومد، فقط در یه n اضافی هم ضرب شد. نه؟ آیا همیشه اینطوری هن سیکماها؟ آره خیلی هاشون اینطوری میشن، خیلی هاشون. مثلا فرض کنید که کدوماشون دقیقا اینطوری میشن، اینو توی ریاضی پایه قسمتی که انتگرال های لوگاریتمی گفتم گفتیم اونجا. مثلا شما سیکما آی به توان دو آی از یک تا اینو اگر فرمول دقیقش رو نمیدونی ولی سریع میخوای نتیجه نهایی رو بنویسی، میتونی مطمئن باشی که این n به توان دو هست، البته در یه n اضافی هم ضرب شده. پس ببین چون i به توان دوه و اینجا میشه n به توان دو، در یه n اضافی هم ضرب میشه و از خانواده n3 به دست میاد. یا مثلا سیکمای i رادیکال i، تست کنکور رادیکال i، i از یک تا n. خب چون سیکمای رادیکال آی داری رادیکال آی ها رو با هم جمع میزنی، نتیجه نهایی هم رادیکال n به دست میاد، منتها در یه n اضافی هم ضرب میشه، میشه n رادیکال n نتیجه. یا همونطور که در نمونه بالا دیدید سیکمای لوگاریتم آی رو دارید حساب میکنید، آی از یک تا n، این نهایتاً اگر میخوای سریع بنویسی که چی میشه، چون لوگاریتم آی هست نهایتاً لوگ n به دست میاد، البته در یه n اضافی هم ضرب میشه. خب این قانون تا هنگامی برقراره که شما با سیکماهایی که نمایی باشن یا توان منفی یک داشته باشن برخورد نکنید، درست شد؟ این قانون، این قانون برای همه سیکماهایی، سیکماهایی که از جملات کم سرعت، کم، یادتونه به چی گفتم کم سرعت؟
به چیا گفتیم کم سرعت چند جمله ای ها مثل آی دو، آی سر، آی به توان یه دوم و لوگاریتم ها از جملات کم سرعت. کم سرعت یعنی چند جمله ای باشه و لوگاریتمی باشه، از اینها تشکیل شده باشه، از جملات کم سرعت تشکیل شوند و توان منفی یک هم نداشته باشن، توان منفی یک نداشته باشن درست است. مثلا یک آیوم رو نمیتونید با این به این ترتیب حل کنید. سیگمای یک آیوم، سیگمای یک آیوم آی از یک تا ان. الان یک آیوم بچه ها میدونید یک آیوم یعنی آی به توان منفی یک. خب اگر کسی اینو با روش قبلی بخواد تخمین بزنه اشتباه میشه، بعد توان منفی یک نباید این کارو کنید. توان منفی یک میدونید داستانش چیه دیگه. توان منفی یک جمع یک یکم به علاوه یه دوم به علاوه تا یک انوم، این یه داستانی متفاوت با بقیه توانها داره. حاصل این میشه ln n، حاصل این میشه ln n، یعنی از رده log n که این یکی فرق داره با بقیهشون، این یکی با بقیه فرق داره. آره. ولی برای بقیهشون اینه که توان آی هرچی بود یا این عبارت هرچی بود یه n اضافی درش ضرب کن، همین. حتی مثلا اینجا لوگ به توان دو هم بود فرق نمیکنه، آخرش میشه n ضرب در لوگ به توان دو، یه n اضافی درشون ضرب میشه. خب آره، در مورد توان منفی یک باید این کار رو انجام بدید. این اتفاقیه که میفته با اون قبلی ها تفاوت داره سیگمای متناهیمون. آفرین. آره بله آفرین. آره. خیلی خوب. خب بچه ها برگردیم به بحث سرعت رشدمون. ما اینجا اومدیم رده بندی کردیم، عبارت های مختلف رو به لحاظ سرعت رشد رده بندی کردیم. حتما توصیه میکنم فیلم جلسه قبل رو ببینید، دوره ریاضی پایه رو هم ببینید اگر ندیدید، حتما پیشنهاد میکنم ببینید. حالا بیایم برای این که بتونیم با بیرون از جامعه خودمون، با بیرون از کلاس خودمونم حرف بزنیم. الان بچه ها اگر من خارج از کلاس به یکی بگم که 5 تا N2 به علاوه N مساوی هست با N2، خب به من میخنده دیگه. باید یه جوری بنویسیم که بقیه بفهمن منظور ما چیه. منظور ما مقدار نیست، سرعت رشده. پس نیاز به علامتهایی داریم. این علامتها اینها هستند. ما برای سرعت رشد به اینا میگن نمادهای مجانبی. تو ریاضی مجانبی یعنی حدی، مثلا برای وقتی که n به سمت بی‌نهایت میره، یا مثلا جای دیگه، تو جای دیگه از ریاضی برای وقتی که x به سمت صفر میره. خب حالا ما اینجا منظورمون بی‌نهایته. ما به جای علامت تساوی تتا رو داریم، به جای کمتر مساوی او بزرگ رو داریم، به جای اکیدن کوچکتر او کوچیک رو داریم، به جای بزرگتر مساوی امگای بزرگ رو داریم و به جای اکیدن بزرگتر امگای کوچیک رو داریم. پس اینها نمادهای مجانبی در مقایسه با نامساوی های معمولی هستند. درست شد؟ از نظر سرعت رشد، از نظر سرعت رشد طبقه بندی می کنند برای ما دنباله ها رو. برای مثال من میگم که مثلا سه تا N2 به علاوه N، خب میدونیم که این در حد N2 هست، یعنی از خانواده N به توان 2ه. خب اگه من بگم که این تتای N به توان 2ه، خب درست گفتم. اگر بگم که N2 به علاوه N
اینو با علامت عضویت هم نشون میدن، مساوی یا عضویت فرق نمیکنه، بس به مراجع مختلف جورای مختلف. عضو تتای N2 هست، یعنی از رده N به توان 2 است. اگر کسی بگه که این او بزرگ N به توان 2، خب معنی حرفش از نظر ما اینه که میگه این کمتر مساوی اینه، از نظر سرعت رشد میگه C N2 به علاوه N کمتر یا مساوی N2. راست میگه، وقتی مساوی باشه کمتر مساوی هم هست، راست میگه، کمتر مساوی شه. کمتر مساوی یعنی وقتی که کمتر باشه یا مساوی باشه، هر کدومش که درست باشه این برقرار میشه. حالا اگر بگه که C N2 به علاوه N عضو او بزرگ مثلا N به توان 5، درست میگه، آره راست میگه، چون C N2 کمتر مساوی N5 از نظر سرعت رشد، بله چون کمتره، میدونم کمتره، پس اینی که گفته کمتر مساوی درست گفته، درست گفته. ولی اگر بگه که C N2 به علاوه N مثلا عضو اومگای N به توان 5، این دیگه اشتباه میشه، این غلط میشه، به خاطر اینکه اومگا یعنی بزرگتر باشد یا مساوی باشد، یا بزرگتر یا مساوی، بزرگتر مساوی. خب این غلطه، الان این غلطه، ولی این حرف درسته، این حرف درسته، این حرف درسته، همین حرفا درسته، متوجه شدید؟ پس دقیقاً ما با این نمادهای مجانبی مثل علامتهای نامساوی خودمون برخورد میکنیم، منتها نه از نظر اندازه و مقدار، از نظر سرعت رشد باشون برخورد میکنیم. کسی تا اینجا سوالی نداره عزیزان؟ مشخصه همه چیز تا اینجا؟ روشنه براتون؟ اوکی اوکی. خب بچه ها، حالا ببینید، من و شما در همین حد با این علامت ها سر و کار داریم، منتها چیزی که هست از بد حادثه ما میخواییم بریم سراغ دیگه، بریم بحث اصلیمون، بریم از اینا استفاده کنیم برای تحلیل زمان اجرای الگوریتم ها. منتها این ریاضیدان ها آدم های بیکاری هن. و این آدم های بیکار وقتی یه چیزی پیدا کردن گیر میدن به ویژگی هاش. بعضی از این ویژگی ها شاید کاربردی هم برای ما نداره ها، ولی به هر حال در منابع و مراجعش، حتی شما هم لابلای تمرین ها این مسئله ها هست، و اینه که شما باید بلد باشید اینها رو. چیا رو بلد باشید؟ مثلا راجع به همین سرعت رشد یه دیدگاه حدی وجود داره، نه؟ دیدگاه حدی وجود داره. مثلا برای مثال وقتی که حد FN تقسیم بر GN، حد، وقتی میگم حد دنباله چه بنویسم چه ننویسم، منظورم N به سمت بی‌نهایته. شما هم در دروس دیگرتون مثل ریاضی عمومی یه وقت اگه داشتید، معادلات اگه داشتید، یا اصلا درس‌های تخصصیتون در مورد دنباله ها که متغیر N دارن، یادتون باشه وقتی کسی میگه حد AN، منظورش اینه که وقتی N به سمت بی‌نهایت، لازم نیست بنویسه N به سمت بی‌نهایت. اصلا دنباله ها وقتی میگیم حدشون یعنی N به سمت بی‌نهایت، حواستون باشه. حالا اگر لیمیت FN به روی GN مساوی صفر بشه، این نشون دهنده چیه بچه ها؟ این که این حد مساوی صفر شده نشون دهنده چیه؟ کی حاصل یه حدی، یه کسری صفر میشه؟ موقعی که سرعت رشد مخرج بیشتر از سرعت باشد، بیشتر از سرعت باشد. مثلا بچه ها، مثلا N به توان 2 به علاوه 1 بروی N دو تا N به توان 2 منهای مثلا 1،
وقتی به جای n عدد بسیار بزرگی قرار بدید، مثلا من الان مثلا اینجا توی این کسر به جای n 100 تصور میکنم، خب برای اینکه یه تحلیل حدی با هم انجام بدیم، این میشه 10,000 به علاوه 1، این میشه 2 تا 10,000 تا، یعنی 20,000 منهای 1. خب صورت تقریبا 10,000ه، مخرجم تقریبا 20,000ه، حاصل این کسر تقریبا 1/2 میشه، یعنی جواب این حد صفر نشد. چرا این صفر نشد؟ به خاطر اینکه مخرج کسر و صورت کسر از یک ردن، اون n به توان 2ه، اینم n به توان 2ه، حالا یکیش 2 برابر اون یکی، اون دو ضریب 2 که اهمیتی در صورت رشد نداره که. پس این حدش صفر نشد به خاطر اینکه مخرج و صورت از یک رده هستند، زورشون به هم رسید، تونستن همدیگر رو ساده کنن و یه عدد ثابتی به دست بیاد، 1/2. کی صفر به دست میاد؟ موقعی که مخرج خیلی سریع تر از این حرفا باشه، مثلا لیمیت اگر بالا n به توان 2 هست، پایین n به توان 3 باشه، که وقتی شما اینها رو با هم ساده میکنید، 1/n براتون باقی میمونه، بعد به جای n عدد بزرگی قرار بدید، 0 به دست بیاد. بچه ها وقتی حاصل یک کسری، حاصل یک حدی 0 میشه، نشان دهنده آن است که سرعت رشد مخرج از صورت بسیار بیشتر بوده است، از یک رده نبودن اینا. خب پس این نشان دهنده آن است که سرعت رشد مخرج اکیداً بیشتر است، بیشتر از صورت است. یعنی بچه ها از نظر ریاضی، یعنی به لحاظ زبان ریاضی، من باید بنویسم که جی ان اومگای کوچیک اف انه، جی ان سریع تر، سرعت رشدش به شکل اکید بیشتر از اف انه، درست شد؟ و عکس این مطلب هم درسته دیگه، دو طرفه این مطلب درسته. خب پس بچه این مثال ها رو این گوشه زدیم برای که اون حرف بالایی رو متوجه بشیم. یا مثلا اگر من شنیدم که لیمیت دنباله اف ان تقسیم بر جی ان مساوی شده با یه عدد ثابتی، که این عدد ثابت غیر صفره، یه عدد ثابت غیر صفر، خب مثل این نمونه، این تقسیم بر این نهایتاً مساوی شد با یه عدد ثابت غیر صفر. این نشون میده که FN و GN از یک خانواده هستن، تونستن همدیگر رو ساده کنن و حالا یکیشون مثلا 2 برابر اون یکی بوده یا یکیش 3 برابر اون یکی بوده، ولی از یه خانواده هستن از نظر سرعت رشد. پس این نشان دهنده آن است، وقتی اینو میشنوم، این نشان دهنده آن است که FN عضو خانواده GN، یا مثلا GN عضو خانواده FN، فرق نمی کنه دیگه، اینا از یک رده هستند، از یک رده هستند. بچه ها اینها رو بدونید که مثلا صفر بشه یعنی چی، حد عدد مثبت، عدد ثابت غیر صفر بشه معنیش چیه، یا مثلا حد FN تقسیم بر GN بی نهایت به دست اومده. چه زمانی حاصل یک کسری بی نهایت به دست میاد؟ موقعی که سرعت کسر خیلی سرعت رشدش بیشتر باشه، مثلا در اینجا این دوتا رو با هم مقایسه کنید، این بالا فرض کنید n به توان 5 باشه، پایین n به توان 2 باشه، n به سمت بی نهایت، یا اینکه این یکی پایین n به توان
5 باشه، بالا n به توان 2 باشه. خب بچه ها این چون سرعت رشد صورت بیشتره، وقتی ساده میکنیم صورت و مخرج رو، بالا n به توان 3 میمونه، پایین 1. بعد ما داریم به جای n بی نهایت قرار میدیم، این حاصلش بی نهایت میشه. اما این یکی ساده میکنید میشه 1 به روی n 3، بعد میشه 1 بی نهایتم، بعد میشه 0. میبینید همه چیز واضحه. وقتی که بی نهایت به دست میاد یعنی سرعت رشد صورت بیشتر بوده، رشد صورت بیشتر بوده اینجا، و وقتی صفر به دست میاد رشد مخرج بیشتر بوده، و وقتی عدد ثابتی به دست میاد یعنی سرعت رشد این دوتا با هم برابر بوده. پس اگر این کسر رو به من بدن، من متوجه میشم که صورت سریع‌تر بوده، FN سریع‌تر از GN، سریع‌تر از GN. حالا ما این رو اگر بخوایم با زبان خودمون بنویسیم، باید بگم که FN عضو، یا بگم که GN عضو. خب من یه علامت اومگا بلدم که به این معناست، یه علامت او کوچیک بلدم که به این معناست. او کوچیک یعنی از این سمت، اومگا یعنی از اون سمت. من میخوام بگم FN از GN بزرگتره، پس باید بگم FN بزرگتر از G، یا بگم F بعد G. خب حالا اینا رو بنویسیم با هم. من میگم که FN عضو اومگای کوچیک GN. خب که اینه، یعنی F اومگای G. یا میگم G عضو او کوچیک FN. او کوچیک FN، یعنی G اکیداً کمتر از F، و هر دو اینها درسته. خیلی خب، این از تعبیر حدی اینها، و این هم دیده باشید دیگه که اینها رو میشه با تعبیر حدی هم در موردش نوشت. یه مطلب بعد، توجه به بعضی ویژگی هایی هست که برقرار هستن یا برقرار نیستن. بچه ها در نامساوی های معمولی وقتی طرفین رو به توان دو برسونیم، یا وقتی از طرفین لوگاریتم بگیریم، معمولا جهت نامساوی حفظ میشه. خب جهت نامساوی ها حفظ میشه. آیا در سرعت رشد هم همینطوری هست؟ من عنوان مسئله رو بنویسم. ببینید در نامساوی های معمولی، در نامساوی های معمولی از اعداد مثبت، البته هر وقت بحث لوگاریتم گرفتن هست باید مثبت باشن عددها، ما از عددهای منفی که نمیتونیم لوگاریتم بگیریم. در نامساوی های معمولی اگر مثلا آ کمتر از بی باشد، آ کمتر از بی باشد، آنگاه لوگاریتم آ کمتر از لوگاریتم بی است. البته اینجا راجب مبنای دو دارم حرف میزنم. خب اگر آ کمتر از بی باشه، لوگاریتمش هم کمتر از لوگاریتم بیه، اون اکید باشه، اینم اکیده. آیا در مورد سرعت رشد هم به همین صورته؟ آیا در مورد سرعت رشد هم چنین است؟ خب یکی از ویژگی هایی که باید بلد باشید اینه که در مورد سرعت رشد جهت نامساوی حفظ میشه، ولی نامساوی اکید به کمتر مساوی تبدیل میشه. الان با هم دیگه مثالاشو میبینیم. پاسخ: جهت نامساوی حفظ می شود، بله حفظ می شود، اما اکید به کمتر مساوی تبدیل می شود، تبدیل می شود. برای اینکه اینو ببینید، مثال بچه ها، می دانیم که یه FN در نظر بگیرید، یه GN در نظر بگیرید.
FN رو بگیرید N به توان 2، GN رو بگیرید N به توان 5. خب میدانیم که FN اکیداً از GN کمتر است به لحاظ سرعت رشد. میدانیم که از نظر سرعت رشد الان N به توان 2 اکیداً از N به توان 5 کمتره. خب اما اگر از اینها لوگاریتم بگیریم چه اتفاقی میفته؟ بله آفرین. اگر از اینها لوگاریتم بگیریم این توانها میاد تبدیل میشه به ضریب ثابت و ضریب ثابت در سرعت رشد نقشی نداره. اما لوگاریتم n به توان 2 میشه 2 تا لوگ n، لوگاریتم n به توان 5 میشه 5 تا لوگ n و هر دوی اینها با هم برابرند، از خانواده لوگ n هستند هر دو اینها. پس ما میتونیم بگیم که لوگ اف ان حالا مساوی لوگ جی شد، یا بخوام کامل تر یعنی برای همه حالت ها در نظر بگیریم کمتر مساوی لوگاریتم جی شد. پس این حواستون باشه، اینو ممکنه به چند روش مختلف از شما بپرسند. اون چیزی که تو ذهنتون باشه اینه که لوگاریتم که میگیریم ترتیب رو عوض نمی کنه. خب لوگاریتم در مبنای دو ترتیب رو خراب نمی کنه، ولی ممکنه که نامساوی اکید رو به تساوی تبدیل کنه، به نامساوی که تساوی هم داشته باشه اکید رو به تساوی تبدیل کنه. این ممکنه پیش بیاد، ممکن هم هست نکنه این کارو، ها حواستون باشه، ممکن هم هست نه همون اکید بمونه ها. اینه که من نمیگم حتما مساوی میشن، در مورد این مثال مساوی شدن، مثالایی هم هست که مساوی نمیشن، همون اکید باقی میمونه. خیلی خوب، این از این. بچه ها استراحتی داشته باشیم، رأس ساعت 11:30 انشالله بخش بعدی رو در خدمتون خواهم بود. موفق و پیروز باشید.